من مارک و پولو رو نوشته بودم خب استقبال شد و اینا بعد رفتم سراغ جلد دومش مارک دو پولو بعد احساس کردم که چیزایی کم داره یعنی چون اونا رو برای یک مجموعه ای از گزارش مطبوعاتی نوشته بودم که جمع آوری شد به شکل کتاب چاپ شد خب طبیعتا اینا یه کوتاه کوتاه بود و یه سری از چیزها رو نگفته بودم یه خاطره های بامزه ای بود که نگفته بودم و خیلی از کشورها هم رفته بودم که اصلا چیزی ننوشته بودم یعنی پتانسیل یک مبحث بزرگ و نداشت ولی خب یکی دو تا اتفاق مثل سفری توش افتاده بود بعد با توجه به استقبالی که اون دوتا کتاب شد بکردم کردم که یک کتاب بنویسم که یه مجموعه یادداشت کوتاهی باشه و سفرهای مختلفی که حالا بخشیش در اون دوتا کتاب بود بخشی از اون سفرها بعضیش هم اصلا نبود مثل مثلا روسیه تو اون کتاب اصلا ننوشته بودم یا چه میدونم مثلا راجع به کرواسی اصلا ننوشته بودم تو اون کتاب خیلی کشور دیگه از سوئد مثلا که بخشی در اون دو کتاب اول نداره و خودم هم برگ اضافه خیلی دوست دارم و خیلی کتاب کاربردی و خاطر اینکه خیلی کوتاه کوتاهه و هر بخشش مثلا خانشش سه چهار دقیقه طول میکشه ولی یه قصه است یه قصه کوتاه سرداری تدری اتفاقی توش افتاده و یه جوری تکمیل کننده اون دو است تو مقدمش هم نوشتم که تا حالا شده برید یه چلو کبابی و مثلا یه چلو کبابی یا یه غذای سفارش بدید بعد برای اینکه خیلی به خودتون حال بدین هنوزم گرست نتونه میخواین سیر بشین یه کباب برگ اضافی هم تو در سفارش بدین کنار غذاتون باشه این تقریبا همون برگ اضافی. ببین هر کتابی بالاخره یک اسمی داره که این اسم از یا از تو دل خود کتاب اومده در بعض از موارد هم اسم از قبل انتخاب شده بوده یعنی رفتم که برای این اسم بنویسم ولی خب هر کدومش یک قصه ای داره دیگه مثلا بیزمستان قصهش این بود که من میخواستم که چهار کشور منطقه رو برم تو چهار فصل بهار و تابستان و پاییز و زمستان بهار رو در رفتم تاجیکستان نوروز در تاجیکستان بودم تابستان در آذربایجان بودم پاییز در گرجستان و قرار بود که زمستان برم به اوکراین که نشد اون زمستون برم خب طبیعتا باید یک سال صبر میکردم برای اینکه این کتاب منتشر بشه و مخاطب من منتظر بود که یک کتاب جدید از من داشته باشه همون موقعی که داشتم فکر کردم خب حالا نمیشه که با سرفصل فصل چاپ کرد و اینا رفتم به یک نمایشی که لیلی رش... رشیدی بازی میکرد ده من دعوت کرده بود و ماجرای یک زن و شوهری بود که در یک مدرسه کار میکردن از ابتدای سال تحصیلی و رسیده بودن به سه ماه از و اصلا جدا شده بودن و به تابستون نرسیده بودن اسم نمایش بود بیتابستان و در واقع یک زندگی یک ساله بود که تابستون نداشت توش گفتم که خب من چرا اسم کتاب رو نظرم بیزمستان و اسم کتاب شد بیزمستان یا درباره باره سباسیان حالا باز یه قصه دیگه داره در چای نعنا به خاطر اینکه راجع مراکش بود و اونجا بیش از هر چیزی چای نعنا استفاده میکردن. یا کتاب سرنگ که یک سفرنامه است راجع به قضاهای ایتالیایی و چون در اونجا پرچم ایتالیا سرنگه که حالا تعبیراتش مختلفه خب مثل هر جایی میگن قرمز نشانه خون که ریخته و فلان اینا بله خیلی معتقدن که نه در پرچم ایتالیا سبزش نشانه ریحونه سفیدش نشانه پنیره و قرمزش نشانه گوجه فرنگیه و برای همین اسم اون کتابش سرنگ درباره برای... نوشابه زردم هم همینطور استانبولی هم همینطور و آخرین کتابم که به حال جدیدترین کتابمه کتاب دو دستی که سفرنامه به ژاپن دو دستی در واقع من یه جوری اسمو به انتخاب مردم گذاشتم که بگین که یه کتابی درباره ژاپن به چه اسمی باشه یکی گفت از توکیو تا از تهران تا توکیو نمیدونم کوفه های گیلاس خیلی اسما هم اسمایی بود که به ذهن میرسید در درجه اول ولی مطمئنم که اسم دو دستی هیچ وقت به ذهن هیچ کس نمیرسید به خاطر اینکه تو باید بری اونجا و اون فرهنگ رو ببینی باهاش دمخور بشی تا بفهمی که دو دستی یعنی چی چون در ژاپن این دو دست خیلی مهمه اولا همه چیز تو باید دو دستی یک کسی بکنی اگه یه دستی بدی خیلی توهین آمیزه و بعد در احترامشون در رفتارشون اینکه تو دو تا دستتو کجا بذاری روی سینت بذاری بغل پات آویزون کنی روی زانوات بذاری هر کدوم از یک معنی میده و بعد دیدم که خب بعد نیستش که اسم کتاب بذارم دو دستی مارک و پولو در واقع از اینجا میمد که هم خب یه هم یه جوری یاداور مارک و پولوه ولی همونطور که تو مقدمه مارک و پولو هم گفتم ما ایرانی ها وقتی خارج از ایران میریم سفر خارج میریم یه چیزی که خیلی دنبالشیم اول مارکان برند و مارک و اینا و نایکی کجاست آدیداس کجاست زارا کجاست همه ایرانی ها یه جوری دنباله این از طرفی یه چیزی که خیلی کم بودش رو احساس میکنیم در سفرهای خارجمون پلو ما آدمای پلو خوریم که وقتی میریم خارج پلو گیرمون نمیاد و این ترکیب مارک و پولو که حالا یادآور مارک و پولو هم هست شد اسم کتاب اول که جلد دومش رو گذاشتم مارک دو پولو <applause> مثلا سباستیان از اینجا اومد که من رفتم اونجا در یه خونه ای اقامت کردم چون اونجا خونه باید بری بگیری مثل شمال که مثلا هست ولی چون اینترنت ندارند از قبل نمیتونی اجاره کنی یا ساینایی هستش روی خونه ها که اون ساینایی که ببینی میدونی که اون خونه رو اجاره میدن میری تو خونه و صاحب خونه یه فرمی باید پر کنه که اگر که دولت اومد گفت این خارجی کیه تو خونت بگی مثلا این اطلاعاتش و این خانم که یه خانم تقریبا مثلا پنجا خورده شست ساله بود پاسپورت من رو گرفت اصلا هم انگلیسی بلد نبود و زابتیان رو خوند سباستیان به من گفت سباستیان بعد من گفتم من هی مقاومت کردم چند روز اول گفتم من منصور سباستیان این باز میگفت سباستیان دیگه از یه جایی منم گفتم ولش کن بگی حالا مثلا چیزی از ما کم نمیشه هی گفت سباستیان مثلا برای من توی شهر دیگه ای اتاق رزرو میکرد مثلا به اسم سباستیان تاکسی میگره تاکسی داد سباستیان سباستیان ما میرفتیم همه چی خلاص ما سباستیان تا اینکه من برگشتم و یه دو سه ماه بعد یه زن شوهر ایرانی رفته بودن کوبا گفتن که ما چیزای مطالب تو رو خوندیم و پیجت دیدیم و اینا من شدیم بریم کوبا رفته بودن هاوانا و از غذای روزگار رفته بودن خونه همه خانم ایبیس که من تو خونه اون ساکه بودم خانم ایبیس که فهمیده بود که اینا ایرانیان گفته بود که یه آدم معروف ایرانی اینجا بوده و اینا گفته بودن اسمش چی بوده گفته بوده سباستیان من گفتم مزخرف میگم که سباستیان نداریم تو ایران یه چند روز میگذره و اینا یه کمی با هم دیگه آشنا تر که میشن و اینا یه روز خانم بیست داشته عکسایی که کت... عکسای توی گوشیشو به اینا نشون میده همچون نشون میده در فرسته بوده به یه عکسی که با من گرفته بود اینا میگن این کیه میگن این سباستیان دیگه من که گفتم سباستیان اینجا بوده بعد اونا برای من ایمیل زدن که آره ببین چقدر دنیا کوچیکه و اینا ما اینجا و همین شد که اسم کتاب شد سباستیان. خود قصه راه میده که چی تنها کتابی که فکر میکنم از قبلش میدونستم که اسمش رو چی بذارم نوشابه زرد بود که چون راجع به کانادا بود و ما به کانادا درای میگفتیم نوشابه زرد برای همین آره اون اسم گذاشتیم ببین خیلی برام جالبه که این روزا که دارم این کتاب ها رو میخونم و صوتیش میکنم خب چون چند سال گذشته و, و هر کدومش رو که دارم میخونم برام یه گوشه از زندگیم پر رنگ میشه برای خواننده شاید این یه کتاب سرگرم کننده باشه یا یه سفرنامه باشه که یه سری اطلاعات میگیره ولی برای من مرور زندگیمه خب و خیلی برام سخته که بگم که کدوم یعنی تو هر کدومش یه هایلایت هایی وجود داره که اون هایلایت ها رو وقتی که بهش میرسم میگم این بهترین بود ولی بعد که میرم سراغ سفر بعدی میگم که نه این یکی بهترین بود فقط تنها چیزی که امیدوارم اینه که اون حسی که خودم از خوندن این کتاب ها حالا الان پیدا میکنم اون تصویری که تو ذهنم زنده میشه که آقا من این جنگله بودم این خونهه بودم این خیابونه بودم اینا امیدوارم که اون تصویره برای مخاطبم هم زنده بشه خیلی پیش اومده برام گفتن که وقتی کتاباتو میخونیم احساس میکنیم که همونجا هستیم و فلان اینا خیلی خوشحال کننده است من خیلی دوست دارم که این شبیه دقیقا همونی باشه که من تجربه کردم وقتی که یکی کتاب منو میخونه و میره یه کشوری و میاد من بلافاصله ازش میپرسم چقدر شبیه بود چقدر شبیه اون چیزی بود که تو خوندی تو کتابایم؟ من و وقتی میگه که خیلی شبیه بود خیلی احساس میکردم که دقیقا همونه من خیلی خوشحال میشم چون فکر میکنم که روایت درستی تونستم بکنم و تصویر درستی رو تونستم بهش ارائه بدم ولی واقعا سخته که بخوام بگم که کدومش الان شما میگی برزیل مثلا خب برای من برزیل خیلی جذاب بود و تازه خیلی یک اول و آخری داره چجوری رفتی چجوری برگشتی بعدش چه اتفاقی افتاد چی شد و فلان حرفا هر کدوم از که خیلی از اینها رو من ننوشتم با خیلی از آدمها تو برخورد میکنی با خیلی تجربه ها میکنی با آدمها با موقعیت های مختلف که اونا رو بنا به هزار و یک دلیل تو کتاب نمیتونی بنویسی یا ممکنه دراماتیک نباشه برای مخاطب جذاب نباشه برای خودت جذاب باشه یا اینکه ممکنه که حالا مشکل پخش داشته باشه احیانا یا در ساختار قصه نگنجه ولی من وقتی که اینا رو میخونم یاد اون بخششم هم میفتم و بعد برام خیلی جذاب تر میشه خیلی وقتا من خب طبیعی چیزایی در کتابم نمینویسم اه... یا ممکنه که جای جایی نداشته باشه یا اصلا نصفه بذارمش تو دو سه تا مورد هستش که باگ بوده یعنی باید مینوشتم مثل مثلا توی فصل کنیا در مارک دو پولو که چم دونام گم میشه بعد نمی که پیدا میشه یا نه چه اتفاقی میفته یا توی مارک و پولو در بخش مربوط به مهرانه نمی سرانجام مهرانه چی شد اینا مال در واقع مال اون موقع بوده که من این گزارش ها چون مطبوعاتی بوده در واقع نمی نوشتم چون بعدا ممکن بود که دوباره دربارش بنویسم ولی خیلی وقتها هم بعضی از بخش ها هستش فکر میکنه که نیازی نداره دیگه توضیحی بده مثل مثلا یه جایی که میگه آقا مثلا رفتم فلانجا جا پلیس اینجوری بود اینجوری بود اینجوری بود توی ایران هم مثلا پلیس فرودگاه با من یه برخوردی کرد که حالا بماند دوست ندارم در جایی که حالا مثلا دارم یک امتیازاتی رو درباره یه پلیس یک کشور دیگه که در نقطه قوت هستش میگم در پلیس خودم رو در نقطه ضعف قرار بدم ولی خب به هر به عنوان یک آدمی که داره انتقاد هم میکنه در کتابش باید یه اشاره هایی بشه بهش خیلی وقتا میپرسن از من که کتاب ها رو از کجا شروع کنیم خوندنش از کدوم کتاب من واقعا جوابی نمیتونم بدم بهش ولی واقعا اگر کسی میخواد کتابای من شروع کنه شاید بهتر باشه که از مارک و پولو مارک دو پولو و برگ اضافی شروع بکنه جالبه که برای خود من یک کمی با من فاصله با الان من فاصله داره و شاید یه وقت وقتی میخونمش حتی در این نسخه صوتی که تهی کردیم میخوام که من چرا این نوشته بودم چرا مثلا به این موضوع اشاره کردم ولی میبینم که این مثلا با نگاه یک آدم سی ساله بیست و ساله نوشته شده اون موقعی که من سنم کمتر بوده طبیعتا یه چیزهای دیگری برام جالب بوده یا چیزهای برام تعجب تحج... برانگیز بوده که دیگه در تکرار مداوم در کتاب های جدیدم برام تعجب برانگیز نیست با خودم میگم چرا مثلا باید بعد میبینم که خب نه برای جوونی که این کتاب رو نخون و تجربه ای مثل من نداشته همون حسی رو داره که من زمان نوشتن اون کتاب داشتم یعنی همونقدر از اون کتاب هیجان زده است که من اون موقعی که رفتم اون سفر رو تجربه کردم هیجان زده شده بودن بنابراین احترام میذارم بهش و توصیه میکنم که حتما با این سگانه شروع بکنه هدف من از اینکه شروع کردم مارک و پولو مارک دو پولو رو نوشتم که حالا ادامهش دیگه امروز شده بیاز دوازده تا کتاب سفرنامه یکیش این بود که تابوی سفر به راه دور رو در ذهن جوان ایرانی بشکنن یعنی بگه که خب وقتی که این رفته مثلا تونسته این مشکلات هم داشته رفته سالم برگشته اومده هیچ مشکلی پیش نیاد پس منم میتونم برم خوشبختانه خیلی هم جواب گرفتم تو این سالا که گفتن که آقا مثلا این اتفاق برمون افتاده این کتاب ها رو خوندیم و حالا امیدوارم که این کتاب ها رو بشنون یه عده که اهل کتاب خوندن نیستن و بتونه روشون تأثیر گذار باشه ولی فراموش نکنیم که این کتاب های کتاب سفره و مثل هر سفری که هر کدوم از ما میکنیم مجموعی از رنج هاست مجموعی از لبخند هاست، از اتفاقات عجیب و غریبه که باش برخورد نکرده بودیم یا اتفاقهای معمولی که شاید در خونه خودمون معمولی به نظر بیاد ولی در خارج از ایران وقتی که در یک موقعیتی دیگه قرار بگیریم مثلا اونقدر معمولی نباشه و این باعث میشه که یه جاهایی شکل انتقادی پیدا بکنه یه جاهایی شکل فان پیدا بکنه یه جاهایی خیلی عبوس و جدی بشه حتی یه جاهایی هم ممکنه که یه نمه هشکی به چش آدم بیاره پیشنهاد میدم همه کسایی که یک بیقراری برای سفر دارن چه اونهایی که امکان سفر رو پیدا میکنن چه هایی که امکان سفر رو پیدا نمیکنن یا کمتر پیدا میکنن این سگانه رو بخونن به خاطر اینکه یه بخشش حالا از جدای از سرگرمی سازی و حالا ماجرای انترتینمنت و اینا الهام بخشم هست یعنی یه وقتایی ما برای انجام یه کاری نیاز به یه حل کوچولو داریم نیاز به یه کاتالیزور داریم کسی که کمی میترسن از سفر ت... یا تنبلن در سفر یا فکر میکنن سفر خیلی پدیده عجیب و غریبیه یا هنوز به ضرورت سفر در پیشرفت شخصیتی خودشون مطمئن نیستن پیشنهاد میکنم که این سگانه رو گوش بدن و ببینن که آیا بعد از گوش دادنش وسوسه میشن که اونا هم شروع بکنن به سفر کردن وقتی مقصد راجب سفر کردن صحبت میکنم اصلا منظورم این نیست که برن به این مقاصدی که من رفتم شاید این مقاصد برای آدم های کمی سختتر باشه یا ویزا گرفتن نمیدونم الان تو این شرایط اقتصادی سخت نمیدونم به آدم این کارو بکنه اینا ولی اصلا این نیستش که شما وقتی میخوای بری سفر اصلا به این معنی نیست که تو حتما بری یه کشور دیگه یه وقتایی ممکنه در نزدیکترین مقصد نسبت به شهر خودت یه سفر یه روزه دو روزه سه روزه بری یه وقتایی حتی الان در جهان اینجوری شده برای آدمهایی که از سفر میترسن فوبیای سفر دارن یا آدم هایی که خیلی گرفتارن یا توانایی مالی زیادی ندارن یه سفرهای یه روزه در خود شهرشون طراحی میشه یعنی از صبح میرن بیرون و شب هم در یک اقامتگاهی میخوابن بر نمیگردن خونه که اون حال سفر رو داشته باشن ولی به اون بیقراریشون پاسخ داده میشه همه اینها شکلایی که از سفر میشه انجام داد و اصلا نباید منتظر بمونیم که حالا یک جایی که ویزا نمیده به ما ویزا بده یک پول زیادی رو بخوایم جذب بکنیم و نم جمع بکنیم که بتونیم به اون سفر بریم همه اینا خوبه خیلی عالی ولی نباید باعث بشه که جریان سفر در زندگی ما که یک ضرورت برای پیشرفت شخصیتی اون متوقف بشه اگه بخوام به این پرسش پاسخ بدم که هدف من از سفر کردن چیه باید کم ماجرا رو گسترده تر ببینم و میگم اقا هدف ما از هر کاری که در جهان انجام میدیم اگر مذهبی هستیم پرداختن به مذهب اگر اخلاقی هستیم اگر نمیدونم تا حتی دنبال ثروتیم حتی دنبال هر چیزی که هستیم به نظر من هدف باید این باشه که آدم بهتری باشی در مقایسه با خوده نمیخوام خودم رو با کسی مقایسه کنم کسی رو با خودم مقایسه کنم کسی رو با کسی دیگه ای رو مقایسه بکنم هر کسی رو میخوام با خودش مقایسه بکنم خودم رو با خودم مقایسه بکنم من میگم که اگر من شروع بکنم به جریان سفر کردن و خودم رو دل بدم به سفر و از سفر یاد بگیرم شک نکنیم که من نسبت به خودم ورژن بهتری هستم از وقتی که سفر نمیرم شاید از یک آدم دیگری بدتر باشم ولی از خود سفر نرفتم آدم بهتریم آدم هوشمندتریم آدم آگاهتریم و خب وقتی که آدم میتونه با سفر به یک ورژن بهتری از خودش دست پیدا کنه چرا این کار نکنه من معروف رو به اینکه که سفر میرم و خیلی هم خوش میگذره تنهایی سفر رفتن چون باعث میشه که وقتهایی خلوتهایی داشته باشی که به خودت فکر کنی به زندگی برنامه ریزی بکنی ایده های جدید به نظرت برسه وقتی با یکی دیگری سفر میری کل سفرتو با یکی دیگه ای هستی خب تمام وقتتون به همدیگه میگذره و خیلی هم ممکنه خوش بگذره ولی اون شکلی رو که من برای نوشتن کتاب به ویژه میرم رو نمیتونه تعمین بکنه من اتفاقا باید ها باشم که تو این تنهایی بتونم یه چیزهایی رو کشف بکنم ولی این جمله رو من همیشه میگم که تنها رفتن به معنای تنها موندن نیست اتفاقا یکی از راه های این که تنها نمونی اینه که تنها سفر بری به خاطر اینکه وقتی که تو تنها سفر میری چون میخوای وقت خالی تو پر کنی دنبال آدم های جدید میگردی من بسیاری از دوستانم در سراسر سر جهان آدم هایی هستن که در تنهایی من اومدن سراغم یا حالا اونا فهمیدن من اینجا در اون کشور هستم ایرانی بودن اومدن سراغم یا یک دوست غیر ایرانی بوده که من بنا به دلیلی باهاش دوست شدم توی یه کافه همو دیدیم نمیدونم یک, دوست مشترکی ما رو با هم دیگه آشنا کرده و باعث شده که یک لحظات و ساعت خوشی رو در اون سفر داشته باشیم و بتونم ازش یاد بگیرم و بتونه خیلی برای روند دراماتیک کتاب هم موثر باشه یعنی شما کتابای من که بخونید پر از آدم های جدیده که هر بار در یک سفری میان بعضیشون ایرانیان بعضیشون غیر ایرانیان دمخور شدن با این آدم ها هستش که ج... جد... جریان ربایی قصه منو پیش می یه بخش از برخورد آدم ها با من به خاطر اینکه میشناسنم خب اون یه شکل برخورده چیزی که میگن آی چرا مثلا فلان برنامه تعطیل شد چرا فلان برنامه نیست یا پادکست تو گوش میدیم یا نمیدونم کتاب تو خوندیم یا یا هزار تا خاطره دارن از جاهای مختلفی که آدم رو دیدن اما اون بخشی که جذابتر آدم هایی که آدم رو نمیشناسن چون با این آدم ها میتونی وارد دیالوگ بهتری بشی یه کمی بیپرده تر باهاشون صحبت بکنی هیچ در واقع بکراند ذهنی ازت ندارن که به اون بخوان قضاوتت بکنن و هر کدومشون مثل یک کتاب میمونن هر همه ما آدم هایی هستیم بی برو برگرد در همه جای دنیا که هر کدوممون فکر میکنیم که قطب عالم امکانیم و جهان به وجود اومده برای اینکه به ما سرویس بده و ما که باید حقمون از کل این دنیا بگیریم خب همه ما در این نگاه مشترکی و حالا فکر کن که همه ما یه نگاه مشترک داریم یکیمون نونواس یکیمون راننده است یکیمون نمیدونم استاد دانشگاه است یکیمون بازیگره و اینکه حالا هر کدوم از اینا چی جوری فکر میکنن که چه اتفاقی میافته که فکر میکنن خودشون مهمترین آدم دنیا مهمترین مخلوق خداوندن این برای من خیلی جذب. اگر بخوام به این پرسش جواب بدم که تفاوتی بین جاهای مختلف دنیا میبینم یا نه خب طبیعتاً این تفاوته هست شما تکنولوژی ژاپن رو نمیتونید مقایسه بکنید مثلا با عقب ماندگی سودان خب آرامش آدم ها مثلا در سوئیس رو نمیتونید مقایسه بکنید با مردمی که در قزه مثلا زیر بمب و موشک هستند ولی من فکر میکنم که از نظر بود انسانی از نظر مهارت زندگی جدای از جبر جغرافیا مسائل سیاسی و اینا قدر مطلق خوشبختی در آدمها به یک اندازه است که اون رو خودشون تعریف میکنن مهارت زندگی رو اگر یاد بگیرن در هر جای دنیا که باشن احساس خوشبختی میکنن و اگر این مهارت رو یاد نگیرن فرقی نمیکنه در کجای دنیا اونجا احساس بدبختی میکنن طبیعیه که جنگ ها مسائل اقتصادی همه اینها تاثیر میذاره در یک بخشی از روند زندگی آدم ولی وقتی که کلیت زندگی انسان ها رو مقایسه میکنی میبینی که همه این آدم ها یک دغدغه ای در سطح خودشون دارن شکل دغدغه ها با هم دیگه فرق میکنه ولی بالاخره اینجوری نیستش که آدم ها در یه جای دنیا نگران هیچی نباشن شاید نگران چیزهای اولیه زندگی نباشن مثل خیلی دیگه خیلی چیزهای دیگه ولی نگران یه چیزهای دیگه ای داشتن که اون جریان نگرانی رو در زند... در وجود اونها همچنان زنده نگه مرسی